ممنون از لطفتون. خیلی ممنون از خواهش میکنم. صحبت شما. دوستان رفقایی که میخوان وقت بگیرن دستشون رو بلند کنن و اگه من ندیدم ادمین های عزیز کمک کنن، و اگر سوالی دارید که نمیخواید در بحث بگید تو تکست میتونید بنویسید تو شات، ولی در هر صورت ما هر کسی که دستش رو بلند کنه صدا و ویدیوش رو باز میکنیم. من برای شروع بس چند نکته مطرح میکنم که مربوط به بحثایی که مطرح کردید و کاملا درسته. ما حداقل در کشورهای پیشرفته صنعتی صحبت از کارگر صنعتی خیلی سخته. در پایان دوره ریگان تاچر صحبت از کارگر صنعتی بکنیم. برخی کشورها دارند، ولی مثلا اگه به بریتانیا نگاه بکنید، ایالات متحده کمی فرق میکنه. ما نداریم کارگر صنعتی، خیلی محدوده. ولی این به این معنا نیست که مبارزه کارگری کوتاه کم شد. بریتانیا در سال 2023 و شروع 2024 شاهد بزرگترین اعتصاب های کارگری بوده از 1980 به بعد. کسایی که درگیر این به اصطلاح اعتصاب ها مبارزات هستند تفاوت دارند. مثلا کار رانندگان قطار هستند که فرق داره با اگه بخواید کارگر کارخانه، ولی و در این حال ما شاهد اعتصاب گسترده کارکنان دانشگاهی بودیم و پزشکان. این نشانه است از این که در این کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در حقیقت طبقه متوسط پرولتریزه شده، بر اینکه پرولتریای صنعتی انتقال پیدا کرده به کشورهای آسیای جنوب شرقی، افریقا، جاهای دیگه، اول به اروپای شرقی، بعد به آسیای جنوب شرقی و بالاخره به افریقا. و این پرولتریزه شدن طبقه متوسط که انتظارهای زیادی داره از موقعیت سیاسیش، از موقعیت اقتصادیش، باعث میشه که این تضاد طبقاتی در جای دیگه ولی داره خودشو نشون میده. شما اگه مریض باشید، من یه مشکل کوچیک بهداشتی دارم، ولی هر هفته در بریتانیا شاهد این هستید که عقب میفته، چون اعتصابه. هم کمبود امکانات هست هم اعتصابه، ولی میبینیم که این وجود داره. یه نکته دیگه هم که میخواستم بهش اشاره بکنم این مسئله طبقه و به اصطلاح جنسیت، ملیت، مذهب، غیر است، اقلیت ها. در دانشگاهی که من هستم شخصی به نام مایک مکنر مقاله نوشته به اسم Intersectionality, The Highest Stage of Stalinism, و شدیداً مخالفه با این نوع تقسیم ها. یه خانم امریکایی در همین دانشگاه آکسفورد هست، او هم هر بار ما با هم صحبت میکنیم به من میگه که این قضیه قاطی کردن مبارزه طبقاتی با مسئله جنسیت، اگر و این تاکید اگرشه، اگر به معنی اهمیت دادن بیشتر به جنسیت به مسئله طبقاتی باشه، باعث مرگ مبارزه است برای همه، هم برای زنان، هم برای همجنسگرایان، هم برای طبقه کارگر. و مثال هایی که میاره به نظر من مثال های دقیق و درستی هستند. مکنر در مقالش اشاره ای داره به اینکه در ایالات متحده در یک مقطعی جنبش ماویست که استالینیست بود، در حقیقت از اونجا که نمیتونست طبقه کارگر مرفه در ایالات متحده رو بسیج کنه و
برای مبارزه بر علیه سرمایه‌داری رفت پای اینی که خب زنان برابرن با طبقه کارگر. زنان برابر نیستند با طبقه کارگر. زنان طبقه کارگر حقوقی دارند. هر زنی، زنان لیبرال فمینیستی که مدافع جنگند، مدافع امپریالیزمند، مدافع سرمایداری هستند، متحد طبقه کارگر در هیچ جای دنیا نیستند و در ایالات متحده هم متحد طبقه کارگر نیستند. در نتیجه میخواستم این تأکید رو بکنم، شما به درستی اجاره میکنید به اینی که مبارزه زنان کارگر اهمیت داره، من هم بهش اعتقاد دارم. دهه ها قرن ها مبارزه زنانی که نیروی کار، نیروی بخشی از نیروی کار بودند، مورد بی اهمیت ارزیابی شده و باید به این مسئله دقت کنیم. ولی باید دقت کنیم که این وسط نریم پی اینی که فکر کنیم مبارزه هر کسی که راجع به جنبش زنان صحبت میکنه حقانیت داره. خیلی ها هستند که به نام جنبش زنان در حقیقت مدافع نظام موجودند، مدافع نظام سرمایداری هستند. نکته پایانی من، ببخشید من پر بله، حرف شکر کردم میکنم. و حتما میدم به برانه عزیز بعد از خودم. نکته آخری که اشاره کردید در رابطه با دولت و این مسئله ملی بود که خیلی نکته مهمیه و واقعیتش اینه که البته این دید در رابطه با مسئله فلسطین، این دید که حالا دو کشور کنار هم، فلسطین و اسرائیل شرکت وجود داشته باشن، خواب و خیاله. هیچ آدم عاقلی من فکر میکنم با مغز و شعور واقعی نمیتونه چنین حرف رو بزنه. ولی همطور که خیلی ها به ما الان دارن در بریتانیا یادآوری میکنند، تک کشور اسرائیل فلسطین کنار یک تک کشور دموکراتیکی بله، که درش فلسطین و فلسطینی ها و اسرائیلی ها با هم زندگی کنند هم خواب و خیاله. یعنی یه دید ملیگرایی عجیب و غریبیه. واقعیتش اینه که جز با یک انقلاب اجتماعی که روابط طبقاتی رو نه فقط در اسرائیل فلسطین بلکه در کشورهای همسایه، چرا که اینها بخشی از فلسطین هم. اردن بیش از اسرائیل فلسطینی داره، فلسطینی اصل داره. بدون یک انقلاب اجتماعی طبقاتی در این کشورها صحبت از راه حل‌های ملی، مثل صحبت از راه حل ملی در کردستان یا آذربایجان یا جای دیگه، واقعا برای قرن بیستم خنده داره. من فقط یه اشاره کوچیک میکنم برای اینکه چرا این نوع راه حل های ملی خنده داره. ما دوره آقای کوربین اینجا صحبت از این بود که شاید بریتانیا بشه یک کشور، حالا به نظر من سوسیال دموکرات با ادعاهای چپ میانه، ولی فکر کنیم یه همچی چیزی بشه. خب بریتانیا 45% از مواد غذاییش وارداته، حالا شاید خیلی بیشتر باشه ولی حداقل اینه. ایالات متحده راحت میتونه یک کشور به اصطلاح حالا گیریم ادعا کنه سوسیالیست در اسکاتلند یا انگلیس رو مورد تحریم قرار بده و کاملا فلجش میکنه. در نتیجه این دید ملی یا دولت ملی سوسیالیستی در قرن 21 اصلا مفهومی نداره و باید یک بار برای همیشه در برابر چنین توهم هایی وایستاد و گفت نه کردستان سوسیالیست میشه، نه اسکاتلند پیشرفته تر از کردستان سوسیالیست میتونه بشه و نه انگلیس یا بریتانیا میتونه دوامی داشته باشه به عنوان یک کشور سوسیالیست، یک دولت سوسیالیست بیش از مثلا 2 هفته. من فکر کنم اون موقع خیلی از شعبها میگفتن شاید 2 هفته دوام پیدا کنه، امریکا میاد داغونش میکنه.
اتحادیه اروپا داره. ببخشید من پرحرفی کردم. خواهش کنم. شما وقت دارید به سوال من جواب بدید. بله بارانه عزیز شما. بله، خیلی ممنون. شما مجموعه ای از مسائل رو مطرح کردید که من بیشتر همین نظرم این بود که این مسائل ما اون ابزارهای اولیه پرداختن بهشون رو کم داریم. بله، مثلا همینی که آخر بحث فرمودید، همین کار آمریکا اصلا با ویتنام کرد، ویتنام له کردن از نظر اقتصادی، و بعدم بعد از چند بار در واقع کمیته مرکزی کمونیست ویتنام بالاخره مجبور شد قبول کنه و دور انتقام اون شکست نظامی رو گرفتن. و همه این حرفا کاملا درست در مورد اسرائیل و فلسطین و کردستان و خود اسکاتلند و هم انگلستان، بی‌معنا بودن این مسئله ملی هست. ولی خب از اون ور آنچه که شما مثلا به عنوان انقلاب اسلامی، خب ما من 10 سال پیش همین انقلاب های عربی خب رخ داد به عنوان دیگه، برحال واقعا هم فراتر از ملی بود، یهویی گسترش پیدا کرد، ریشه هاش هم اصلا توی فقرا بود، توی تهیدستان بود، کسایی که بیش از همه اصلا ستم دیده بودن، این عرب های خلیج و اینها نبودن. ولی ما دیدیم چه بلایی سرش اومد، چگونه مثلا در مصر قضیه اصلا زیر و رو شد، یه کمدی شد که یه کسی اومد که اصلا کاملا شبیه اون قبلیه به هر صورتی، و بقیه ماجرا هم در واقع از بین رفت. حالا حرف من اینه که خب همین چپ، حالا گذاشته از عمل، حتی در سطح نظرم وسایل لازم رو برای اینکه این چیزها رو بفهمه، دچار همین توهمات مثلا ملی گرایانه نشه، نداره. این توهمات واقعا مبنای الان همه این چپ نمیدونم محور مقاومتی ضد آمریکایی که جست همین ضد امپریالیستی، ضد نم استعماری، در واقع اصلا کل ماجرای قرن 20 ما اینه که پیروزی هامون فقط ضد استعماری بودن و نتیجهشون هم ساخته شدن دولت های واقعا سرمایه‌دار هار توسط خود همون افراد در آفریقا. سیاها خودشون اومدن سر کار و بیشتر از سفیدا در واقع شاید حتی خشونت اعمال کردن. بحث‌های دیگه هم به همین شکل، من کاملا قبول دارم مبارزه طبقاتی حتی به همون شکل سنتیش هم هنوز هست تو آمریکا. همین برنی ساندرز داره به هر حال بحثش اینه که بایدن بیش از همه رئیس جمهورا کمک کرده به راه انداختن همین جنبش اتحادیه های کارگری، حالا غیر از در جاهای دیگه سیاست هاش کاری نداریم. و خب بله این هست، بحث طبقه متوسط هست که کاملا یه جوری جای طبقه کارگر صنعتی رو گرفته، بحث کار غیر مادی همین خدمات و اینا اصلا جای کار تولید مادی نمیدونم کالاها رو گرفته، همه اینا اتفاقا جای صحبت داره. من هیچ در هیچ کدوم از این موارد اتفاقا فکر نمی کنم خیلی همه چی تموم شده است یا یه جواب روشنی است، و مطمئنم هستم بله تشخیص این که اتفاقا این شکلهای جدید مبارزه اصلا چی هستن، چی کار میکنن مهمه. چون میدونم نقد درونیشون از همه چی مهمتره، از جنبش میتو بگیر تا چون در همین زن زندگی آزادی. برای من مهمترینش مثلا این بود که خود چون در این جوانهایی که اومدن و از جونشون هم میگذرن نسبت اصلا به ایدئالهای خودشون چقدر انتقادی هن. نسبت به چون میدونم همین منطقه همین اینترنتی که هم ازش استفاده میکنن چقدر انتقادی هن. یعنی در همه این موارد کاملا جا برای بحث هست. یه نکتهش این که اولا اون شکل های ارتودکس
کاملا زیر سوالن، یعنی دیگه حالا با این طبقه متوسط و نبود نمیدونم کارگر صنعتی و بحث نمیدونم خدمات و غیره، دیگه حزب متمرکز لنینی که نم نفوذ کنه در کارخونه کارگران و فلان کنه، این دیگه بیمعنیه. ولی حالا جاش چی بیاد من نمیدونم. من حتی چون میدونم فکر میکنم شاید اتفاقا من مسئله جنگ و نمیدونم خشونت رو مطرح کردم، ولی شاید اتفاقا ارتش مثلا یه مدل مناسبتری باشه یه جاهایی برای مبارزه، همطور که الان تو فلسطین داره نشون میده خودشو، یا یه شکلهایی از ترکیب اصلا زندگی و سیاست مثل چون میدونم زاپاتیستای هم مکزیک، یا حتی حزب الله لبنان هم با همه حالا بحثایی که حالا هست. و خب سر همه اینا به نظرم بحث است و فکر میکنم خیلی جاها حق با شماست که شاید صرف مثلا همین پریدن وسط با چند تا اسم جدید یا فلان کافی نیست، و خیلی جاها اتفاقا همین هم استثمار هم حتی شکلهای دیگه سلطه ممکنه نسبت به این بحث ها درونی بشن، و ما باید اتفاقا آماده برخورد همین سلبی با این اشتباهات درونی باشیم. این حالا بحث منم در واقع یه جور چند پاسخ به همه اینها نبود. من تا مثلا نکته که شما سر طبقه متوسط مطرح کردید به نظرم خیلی اساسیه، اصلا فهم این که خب حالا یه شکلهای دیگه ای اصلا از مبارزه میاد وسط، به خاطر اینکه ما با شکل دیگه ای از زندگی اصلا سر و کار داریم، تمرکز و سازماندهیش رو همه اینا به نظر من جای بحث هست. و در حال منم خیلی ممنون از سوالتون که خیلی از این سویه ها رو آورد، و قبول دارم و حساسیت نسبت به اینکه هر زنی حالا چون مثلا زنه کافی نیست، یا هر سیاهی همونطور که هر کارگری، یعنی همونطور که خود شما اشرافیت کارگری رو در آمریکا کارگرای نمسفید رو مثال زدید، قضايا هیچ وقت به سادگی نیست. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما بارانه عزیز. ما شما رو بهتون این امکان رو دادیم، هم صداتون رو میتونید باز کنید هم ویدیو رو، هر جوری که میخواید. اگه نمیخواید ویدیو رو باز کنید صداتون بازه. نمیدونم همچنان میخواید صحبتی بکنید یا نه. دوستان رفقایی که وقت میخوان لطفاً دستشون رو بلند کنن. من باید از دوستانی که ادمین هستن هم کمک بخوام که اگر سوالی در تکست هست که من نمیبینم به من یادآوری کنید. بارانه عزیز نوبت شماست. نه ایشان هستن در اتاق ولی من پاسخی نمیبینم. حالا دوستان میخوای رفقایی سوالی بفرمایید، شما بفرمایید. من دوستان رفقا دست بلند کنند یا اگر سوال مطلبی دارند میتونن نکته ای داشته باشند، لطفا به من بگید تا من بتونم میک شما رو آزاد کنم. دوستان ادمین آیا من نمی بینم کسی هست که می خواد صحبت کنه؟ نه من کسی رو نمی بینم تو.
اوکی بارونه عزیز، میکروفون شما الان باید باز بشه. نوشتید نقص فنی هست. ادمین های عزیز، میتونیم کمک کنیم که بارانی عزیز میکروفونش باز بشه؟ شما همه میتونید کمک کنید به من. در این صدا منم مسئله داشتم، نمیدونم همونجور که شما گفتید اون الان آیفون میتونند، ایشان الان در موقعیتی هستند که نه. میتونند. فکر میکنم اشکال از کامپیوتر ایشانه تا اینکه اینجا. بارانه میتونید سوالتون رو در چت بنویسید، اگه نمیشه در چت بنویسید، یکی از ما میخونیم. البته یک چیزی هم ممکنه که اینکه اگه بتونه بره بیرون و برگرده شاید حل بشه، اگه اونم ایشان الان، من ایشون رو کوهست کردم، در نتیجه باید بتونن صحبت کنن. ولی آره، میتونید برید بیرون کوتاه مدت و برگردید. اگر دوستان رفقای دیگه ای سوال دارن لطفاً اوکی. من دست های دیگر رو میبینم، ببخشید الان جور میکنم. یک ثانیه به من اجازه بدید. اوکی، بارانه میرن بیرون. ایرج عزیز، شما میتونید خودتون، من الان گفتم اگه آن میوت کنید، اگه میخواید ویدیو باز بشه باز کنید، اگه نمیخواید باز نکنید ویدیو رو. ایرج عزیز، میک شما بازه، میتونید صحبت کنید. ویدیو با شماست، اگه نمیخواید ویدیو نه من بفرمایید بفرمایید. بفرمایید. الو صدا دارین؟ صدا بله هست، بله بفرمایید. آره اولا که سلام عرض میکنم، خسته نباشید. به قول یه اصطلاح فرانسوی هست میگه یه پیلوت در لویون، یعنی یه خلبانی تو هواپیما هست. میخواستم از خانم میزر تشکر کنم، صحبتاشون خلاصه و بسیار مفید بود، برای اینکه ما یه مشکلی داریم به نام، یکی از مشکلات ما مسئله اوگوسنتریزمه و یه سری به صلاح بین پرانتز چپ های اروپایی که اروپایی محور هستن، چون اینجا از نظر صنعتی حتی فرانسه بسیار عقب افتاده و اینا معتقدن که پرولتاریای صنعتی دیگه از بین رفت. توجه فرمودین، اول اینکه در تعریف خود مسئله پرولتاریا آیا یک معلمی که به اصطلاح 7-8 ساعت در روز کار میکنه یا نمیدونم فلان راننده اتوبوس یا فلان کارگر کارخونه، آیا اینا جزو پرولتاریای صنعتی هستن یا نه؟ یعنی یک تعریف جدیدتری از مسئله پرولتاریا هست. پرولتاریای صنعتی که در عصر مارکس و اینا مطرح بوده، ما باید در تعریف اون یه تجدید نظر کوچیکی بکنیم. و اینکه خانم رفیق میزر فرمودن پرولتاریا دپلاسه شده، شما الان ببینید اروپایی که فرض بفرمایید 500 میلیون جمعیت داره، امریکایی که 300 اگه اشتباه نکنم 350 میلیون جمعیت داره، با هند و چینی که هر کدومشون، چین که 1 میلیارد و 500 میلیون نفر جمعیت داره و هند و کشورهای آفریقای جنوبی، بنابراین پرولتاریا جابجا شده. این مسئله خیلی مهمه. بعد رفیقمون که صحبت فرمودن، البته من با 20 دقیقه تاخیر رسیدم،
یه سری بحثا کلی هست. ایشون مسئله مثلا فرض بفرمایید فمینیسم کجا گفتن که کارگران جهان متحد بشید، یعنی زنان کارگر رو از کارگران جهان، مگه ما مذهبی هستیم که اومدیم مرد و زن کردیم؟ خدای ما مرد و زن نیست. توجه فرمودین؟ میگه یارو گفته پرولتاریای جهان، کارگران جهان متحد شوید، نگفته مردان کارگر جهان متحد شوید. ما ناخودآگاه تو یه سری بحث های انحرافی میفتیم در مورد مسئله فمینیسم که یه سری بحث های بورژوایی انحرافیه و از همه جا صحبت میکنیم بدون اینکه، معذرت میخوام، بیم به مشکل اساسی بپردازیم. یه چیز مهم هم دیگه خواستم عرض کنم، این رفیقمون در مورد مارکسیزم ارتودکس و مسئله حزب. حزب چیه؟ من فکر کنم که بهتره اگه ما بخوایم به جایی برسیم، مثلا من 2 هفته پیش بحث های رفیق سخاوت و کیومرث سخاوت رو گوش میدادم، ایشون اصلا مسئله دیالکتیک رو میبره زیر سوال. حالا اینجا بحث امشب ما این نیست، ولی خطراتی که اینجور بحث های به اصطلاح عوام خلقی یا پوپولیستی به وجود میاره همین داستان است. ما باید بینیم کلی فکر کنیم که ببینیم اولی که اینو به قول معروف رمزگشایی بکنیم، ببینیم از کجا در میاد این صحبت ها. مارکسیسم ارتودکس یا مثلا حزبیت، حزب چیه؟ حزب عبارت از یک سری روشن فکر نیست که بیان دور هم جمع بشن با هم دیگه جلسه بذارن با ما حزب داریم، حزب درست کردیم. اصلا به هیچ وجه این حزب نیست. حزبی که طبقه کارگر توش نباشه اصلا معنی نداره. درسته اینهای کمونیستایی که کار فکری میکنن جزء کارگر فکری محسوب میشن، ولی وقتی ما همینطوری بیایم یهو جارو بزنیم حزبیت رو ببریم زیر سوال، یک کارگری که 11 ساعت 10 ساعت 12 ساعت بیشتر کمتر در روز کار میکنه کجا توانایی نداره که بیاد برنامه انقلابی گذشته خودش رو جمع آوری بکنه و یک اصطلاح آنالیز کلی از این در بیاره؟ این حزبه که میتونه این رو به اصطلاح جمع آوری بکنه به عنوان برایند مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و طبقه کارگر جهانی. ما همینطوری میایم بحثایی میکنیم، آقای نمیدونم ایکس میاد صحبت میکنه از چیز دفاع میکنه، از آقای گرامشی، خب اینا همش روش بحث شده 50 سال پیش روی اینا بحث شده که نمیدونم قدرت بدیم کارگرها تو منطقه و تو کارخونه ها رو اشغال کنن یواش یواش. خب این آریستوکراسی کارگری به وجود نمیاره. کدوم مکانیزم رو ما باید به وجود بیاریم که این رو بتونه کنترل بکنه؟ اینجا یک حالت کارگرزدگی به وجود میاد، آریستوکراسی کارگری به وجود میاد. و حالا بحثا زیاده. من معتقدم که یه سری مثلا فرض کنید مسئله دیالکتیک یا مسئله حزبیت، اینا یه چیزای پایه‌ای و اساسیه. به نظر من اینا رو نباید ول کنیم که ما رفقا بیان یه سری بحثایی بکنن گرگوشات عذرخواهی میکنن. و آره امیدوارم که این پیشنهاد من یه جاهایی رفقا در نظر بگیرن که بتونیم به اصطلاح از این نظر پیش بریم. اگر نه خود دیگه ما معذرت میخوام دکونمون رو تخته کنیم کلکله رو بکشیم پایین بریم دنبال کار زندگی خودمون اگه این صحبت ها به این صورت جواب نمیده. عذرخواهی میکنم. حالا من بعد دیگه اگه پیش اومد مسئله پیش اومد سعی میکنم دوباره تخته. زنده باشید. خدا حافظ. خیلی ممنون از شما. بفرما مراد عزیز. البته من فکر میکنم طرح کردن مشکلاتی که مطرح شد مشکلات واقعی طبقه کارگره، مشکلاتی است که هر روز جنبش طبقه کارگر باهاش روبروه. من میذارم مراد عزیز صحبت کنه، بعد خودم هم یکی دو نکته راجع به حزبیت میگم. بارانه عزیز قبل از من. خواهش میکنم. والا نمیدونم، به هر حال بله شاید در ارتباط با اون
هسته سفت فراتاریخی اصلا تقدس مارکس هم لنین و احتمالا استالین، همه حرفها گلگشاده و همه دکونه و خب احتمالا این دکون هم نمیدونم به هر حال بله شاید تخته بشه بهتره. جمهوری اسلامی که اصلا در کار تخته کردنش هست، شما میتونید بهش اضافه کنید. ولی به هر حال من وقتی گفتم زنان، منظورم گفتم باز تولید اجتماعی و کار خونه بود. اینکه آقا حتی اون کارگری که نم 7 ساله میره کارخونه، 7 سال طول میکشه تا بشه 7 ساله، و این توی محاسبات استثمار مارکس نیامده. و بحث من این نبود که مردان کارگر متحد شوید، زنان کارگر متحد نشوید. نمیدونم این اصلا چه ربطی داره. بحث من سر مسئله اصلا این بود که یه سری نهادها و در نتیجه یه سری ستمها و یه سری رنجها اصلا محاسبه نمیشه، از جمله همین بحث زنانی که بچه میزان 7 سال 8 سال بزرگش میکنن، غذا میپزن برای همون کارگران عزیزی که بعد از 12 ساعت برمیگردن به خونه، و بعد کتک میخورن از اون کارگران عزیز و یه کارهای دیگه هم باشون صورت میگیره، هیچ کدوم هم به میل خودشون نیست. و خب حالا اینا همه حرفای جفنگ فمینیست هاست دیگه، چیزای بورژواییه که به هر حال دوتون ما گفته میشه دیگه. و فکر میکنم دقیقا همین نشون میده خانم میزن که این حرفا طبقه کارگر هم حزب هم این نوع برخورد مذهبی اصلا انگار تقدس زیر دیالکتیک و راجبش حرف نزنیم. آقا بزرگترین فیلسوفای قرن 20 دلوز گند زده به دیالکتیک، یعنی من خودم هگلی هم، من خودم دفعه قبل تمام بحثم رو گذاشتم که بگم مارکس کجا اتفاقا خطاش در اینه که هگل دور میشه میره سمت اسپینوزا بعد، ولی هیچ موقع در تمام عمرم دیالکتیک برام مثلا وحی منزل یه چیزی از بالا اومده راجبش حرف نزنید، مبانی ماست بهش دست نزنید، اینا خیلی من یادم بحث های آخوندی میندازه. واقعا نمیدونم واقعا چی بگم. اگه مارکسیزم اینه خب بالا خیلی فرقی با اینی که ما الان داریم اینجا میبینیم نداره. برای همینه که من میگم مشکوکم، یعنی فکر میکنم حتی اون خطراتی هم که شما گفتید قبول، بله زنان نمیدونم بورژوا میان تو کار، نم سیاهایی میان که خودشون نوکر سرمایه داری هن. هزار این حرفا، ولی باز اون به نظر من بهتره تا این جسد مرده 4 تا تقدس قرن 19 که هنوز بهش میچسبن برای اینکه اصلا تمام هویتشون و هستیشون در گروه همینه. من حالا سعی میکنم به این بگم مارکسیسم ارتودکس، ولی واقعا یه شکلی از در واقع همین مذهبه. و من فکر میکنم اتفاقا ورشکستگی این مذهب نشون میده که هر بحث جدیدی هر چقدر هم خطرناک باشه زیر پای هر تقدس و دیالکتیک و حزب و خود مارکس رو هم اصلا گند بکشه میاد. من با اون خطر سر و کار بیشتری دارم و اونو به مبارزه و به رهایی خیلی نزدیکتر میدونم. گرامشی چیه؟ خود نیچه رو من خیلی نزدیکتر میدونم به رهایی تا فرزند آقای چه میدونم فلان نوکر مسکو یا چه آقای استالین یا آقای بوخارین با الف بای نمیدونم مارکسیزم. بنابراین وقتی نیچه رو مهمتر میدونم مسلما گرامشی و بعدش هم فوکورم مهمه. به هر حال بل بهتر از این بحث ادامه قربان شو. خیلی ممنون بارانه عزیز. یه امتحانی بکنید، سعی کنید، شما الان باید بتونید آن میوت کنید خودتون رو. بارانه بازم نشد. من واقعا نمیدونم چند تا
فرستادم آنمیوت آنمیوت، نمیدونم چی کار میتونم بکنم، عقلم به جایی نمیرسه چی کار کنم. من فکر میکنم اشکال از کامپیوتر ایشان باشه، چون ما الان به ایشون این توان رو دادیم که هر جوری میخوان صداشون رو باز کنن. بارانه عزیز، یه امتحان دیگه بکنید. نه اجازه بدید. نه نه اوکی، میوت من میرم به کامبی باشم. کام سیامک عزیز، شما بحث سوال دارید، شما قبل از کامبیز بودید، ببخشید، شما اگه صحبت یا بحثی دارید بفرمایید، بعد کامبیز. اوکی بله، مرسی، خیلی ممنون. مرسی آیه فرانکفور، من خیلی ممنون، زحمت کشید، خسته نباشین. و من مسائل خیلی مهمی را خب مطرح کردیم، ولی یه چند تا چیز رو من متوجه نمیشم، که البته نمیخوام حالا اون چند تا چیز، یکیشو که برام مهمه تحکیل میکنم مطرح میکنم، و اونم برمیگرده به مسئله همین معزلی به نام که گفتین عدم وجود ابزارهای تئوریکی در، و اونو ربط دادین به مخصوصا به مفهوم دولت و نقش دولت، و بالا اون معقولهایی که هم که ربط شد به دولت. ولی من وقتی که خب آخه اینجا یه سوال که برای من پیش میاد اینه که خب وقتی که برمیگردادم به تاریخ، خب ببینین الان ما مثلا تو خود همین بریتانیا خب آدم های مثل رالف میلبند بودن، بعدش نمیدونم آقای نیکولای، آقای من اسمشو دقیقا یادم نمیاد، یونانی بودن، و بعد کانادا نمیدونم چند تا مارکسیست هست از لئوپانتیش گرفته، که همشون در واقع این مسئله همین دولت یا در واقع گسترش دادن، توسعه دادن تئوری های دولت هستن و اینا. و خب ما از طرف دیگه هم خب فکر کنم نمیدونم موافق باشین که خب دیدیم دیگه عملکرد دولت ها مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، و یعنی که اینا همشون به صورت داده است دیگه، خب از یه جهات یه جوری داده است. خب پس مسئله من اینجا که نمیفهمم اینا، مسئله پس چی هست که اینا این تئوریا مخصوصا در دولت یه چیز خوب جامعه اونجوری که شما مثلا فکر میکنین باید باشه به وجود نمیاد؟ یعنی من خواستم میرم شما که حالا تو این زمین ها دارین مطالعه میکنین، جستجو فکر میکنین، آیا برای اینم یه حرفی دارید، سوال مثلا پاسخی دارید یا تفکراتی دارید؟ بله، نمیدونم من صحبت کنم خانم مجاز. بله من تمام کردم. بفرما خواهش میکنم. نه من حالا چم شاید برای مقداری روشنتر شدن داخل حالا بحث قدیمی مارکسیستی. خب اگه داخل اون بحث کنیم، حالا چه میدونم از نظریه های از انگلس بگیریم تا گرامشی تا پولانزاس، سر دولت خیلی بحث شده، ولی خود دولت یعنی مفهوم دولت، دولت چی و اینا، اکثرا اتفاقا اون بحثی رو که من حالا مسئله دارم یعنی تکثر دولت ها رو خیلی بهش نمیپردازن. ولی حالا داخل خود مارکسیسم هم همین بحث دولت اینجوری شاید ساده بشه اینجوری مطرح کرد که خب غیر از سرمایه یه چیز دیگه هم هست، یعنی حتی یه انقلاب اجتماعی، حرکت سیاسی فقط با سرمایه، فقط با مالکیت، فقط با مثلا طبقه سرمایه دار روبرو نیست. شاید مهمترینش هم اینه که اصلا همه این کارا صورت بگیره، مثل شوروی بازی اقتصاد دولتی بیاد سر کار که به یه شکلی روابطش حتی ستمگرانه تر از سرمایه داری باشه، چه فایده داره؟
این بنابراین دولت اگه مسئله نباشه، خود سوسیالیسم هم میشه همین، حالا یا سرمایه‌داری دولتی یا یه شکلی از اقتصاد دولتی، اون چیزی که حالا توی شوروی بود. و خب این مسئله است، صحبت کردن از طبقه کارگر چین و تحزب در شرایطی که حزب اوناست که الان داره طبقه رو استثمار میکنه و تو سرش میزنه، خب این خودش نشون میده چرا انقلاب چین رسید به یه دولت آسیایی مستبدی شبیه چیزایی که مونتسکیو مطرح میکرد. و هر روزم حالا اون دولت تازه تصمیم گرفته وارد بازار جهانی و سرمایه داری بشه. یعنی به نظر من داخل خود همین حتی اون چارچوب سنتی حزب و طبقه و فلان، باز بحث دولت هنوز حل نشده بوده. دعواهای مربوط به سوسیالیسم در یک کشور، اینکه چگونه انقلاب باید به هر حال مثلا با انقلاب جهانی چه ارتباطی، آیا میشه اصلا سرمایه‌داری تو یک کشور از بین بره؟ الان خود آلون میزر گفتن مثلا انگلستانی که غذاشو از آمریکا میگیره مثلا چجوری میتونه انقلاب کنه، مثلا یه دولت مثلا آقای کوربن مثلا سر کار بیاد چه فایده ای داره؟ همه اینا حالا ابعاد کاملا متفاوتی داره، از انقلاب تا رفورمیست تا تو همه سیاست ها بحث دولت مطرح میشه تو همون چارچوب قدیمی طبقه و نمیدونم انقلاب و مرحله اول سوسیالیسم و بعد کمونیسم، تو اون شکل هم باز دولت مسئله. حالا غیر از این، من اصلا بیرون از این بحث تکثر دولت ها رو مطرح کردم برای اینکه میخواستم مسئله جنگ رو برجسته کنم، برای اینکه میخواستم بگم اصلا انقلاب هم بکنیم، طبقه کارگر پیروز و آگاه و منضبط و سازمان یافته در حزب هم داشته باشیم، یه دستگاهی به نام دولت همسایه که ارتش داره بشم دارم همه چیز میدن، هم اسلحه میدن از جهان و خیلی قدرتمندتر از ماست که هنوز تازه میخوایم مثلا از سرمایه‌داری فراتر بریم، حمله نظامی میکنه داغون میکنه، حالا یا داغون میکنه یا یه کاری میکنه که خود اون دولت چم یا اون انقلابیون مجبور میشن اصلا فکر نمیدونم سوسیالیسم و همه اینا رو بذارن کنار، همونطور که لنین و تروتسکی گذاشتن. تروتسکی آدم سوپر آزادی خواهی بود، کارش به جایی رسید که میگفت نظامی کردن کارخونه اگه لازم باشه اصلا به کارگرها رو همونجا تیرباران کنی، در این حد چیز بود، برای اینکه میگه آقا جلوی این چه میدونم روس سفید یا قوای انگلیس که داره حمله میکنه من باید وایستم. حالا کاری ندارم درست یا غلط، ولی منظورم این که خب تمام ماجرای استالین از همینجا شروع میشه، یعنی اینکه حزب اصلا اتحادیه که هیچی، کارخونه باید این ارتش باشه، یعنی هم سرکارگر باید دستور بده کارگر باید اجرا کنه، اگه نکنه انگار فرار از جبهه هست همونجا میشه مثلا اعدام میشه. خب این اتفاقیه که رخ میده برای هر انقلابی وقتی دولت ها هنوز هستن و حمله میکنن. این پرسش ها به نظر من خیلی مهمتره، اصلا نگاه کنین کدوم انقلابیه که اینجوری یا نابود نشده باشه یا از ریخت نیفتاده باشه، له و لورده نشده باشه مثل 57 ماه. برای همین من اصلا بحث جنگ رو مطرح کردم و تکثر دولت ها رو به عنوان یه چیزی که اصلا تو این محاسبات سنتی مارکسیستی اصلا نیومده، در حالی که خیلی مهمتره از این که حالا مثلا اشرافیت کارگری با بقیه کارگرها چه نسبتی داره. این گونه بحث ها اصلا دست سومه چهارمه توی واقعیت تاریخی که یه دولتی میاد سه تا موشک میزنه اصلا تمام رهبری حزب تبدیل میشن به غبار. بنابراین یه جور واقع بینی اولا تو سوالم، یعنی اصلا تو این بحثم بود،
و اینکه خب همین که چپ اصلا بی ربط شده، بی معنا شده، در آدم هم یه حرف های هپروتی راجه بنام یه آدمی که یه موقعی بوده و یه چیزایی نوشته میزنن هیچ ربطی اصلا به واقعیت نداره، بیشتر همین یه مذهبیه که یه دوش چسبیدن. خب این به نظر من اینکه چپ بی معنا شده، اصلا دیگه فرقی با به نام چپ و راست نیست، چپ اسم یه ورشکستگیه، چپ اسم یه شکسته، اسم یه ماخولیاست، اسم یه مذهب له شده، یه درب و داغونیه که به درد هیچی نمیخوره. چرا؟ حرف من اتفاقا اینه که از این وضعیت مثل اومد بیرون، برای اینکه اتفاقا به نمیدونم امانسیپیشن، به رهایی، به همین انقلاب و ضرورتش هنوز اعتقاد دارم، هرچند واقعا فکر میکنم یکی از ناممکن ترین کارهای جهانه، برای همین واقعا رخداد سیاسی واقعا نزدیک به یه معجزه متافیزیکیه، یعنی تو این دنیا واقعا یه چیزی که بتونه جلوی همه شکلهای ستم و سلطه بایسته و خودش ابزار سلطه و ستم نشه و اصلا 4 روز دوام پیدا بکنه، خودش واقعا داره شبیه معجزه میشه. ولی خب من هنوزم به همین معجزه دلبندم، ولی نه با ندیده گرفتن واقعیت و مشکلاتی که اتفاقا روبروی این به اصطلاح معجزه هست، از جمله همین بحث جنگ و خشونت دولت ها. این حالا بحثایی که من سعی کردم مطرح کنم در واقع نیتم یا حالا انگیزه هام از دل این بود، از دل یه آدمی که توی انقلابی شرکت کرده و دیده که اون انقلاب قربانی جنگ شده و بعد نگاه کرده دیده بقیه انقلاب هام با یه حد زیادی همین مسئله رو دارن، از فرانسه انقلاب کبیر تا نام امروز، و خب سعی کرده حالا ببینه این مسئله رو چگونه میشه به هر حال تئوریزه کرد، اصلا طرحش کرد، حالا تا بعد مثلا براش مثلا پاسخی پیدا کرد. این به هر حال امیدوارم تا یه حدی روشن کرده باشه که اصلا من چی میگم، سوالی که شما کردید. به هر حال خیلی ممنون خواهش این میکنم. سخایی عزیز، نوبت شماست، خیلی بفرمایید. ممنون. صدای من میاد؟ بله. ببخشید شما دفعه قبل سوال داشتید نشد من جواب بدم، معذرت میکنم. اختیار دارین، خواهش میکنم. من راجع به همون دنباله دفعه قبلم هم هست، همونجور که عرض کردم من اتفاقا به خود شما خیلی سیمپاتی دارم، ولی خب تو بحث تئوریک آدم اختلاف نظر پیدا میکنه. من به نظرم اون دفعه هم شما به منم گفتیم، به نظر میاد شما یه نسخه ای دارین به همه میگین، به منم گفتین که این مذهبیه و چپ سنتی فلانه و وبر و فوکور هم که تو میگی به در نمیخوری. نه من میخواستم خدمت ارز کنم شما از کجا میتونین منو میشناسین؟ من مال گروه قیامم، 30 سال پیش ما مقاله داریم راجع به فوکو که نوشتیم، چه چیزایش قبول داریم چیزا نداریم، چرا نداریم، چرا فکر میکنیم با مارکس کمپتبله، راجع به جامعه شناسی مذهب، اصلا تز دکترای من راجع به اینه، راجع به وبره. میخواستم بگم که این نسخه ای که شما دارین یه خود عصبانی نشین، آدم انتقاد میکنه داریم میگیم که چجوریه. منتها حالا سوای این بحث من میخواستم خدمتتون عرض کنم که به نظر من انتقاد شما از یه مقدمات درستی حرکت میکنه میرسه یه نتیجه گیری خیلی غلطی. شما باید رفورمیزم رو محکوم کنی، مارکسیزم ارتودکس رفورمیزمه، مارکسیزم ارتودکس هم از استالین شروع نشد، از لنین شروع نشد، لنین هم جز بشه من قبول دارم، ولی کاوتسکی هست، برنشتین هست، تا حدودی خود انگلس هست، و این مارکسیزم ارتودکس بود که ما رو بدبخت کرد. ایتالیا در نتیجه جنگ حزب کمونیستش به این فضاحتی نیفتاد که الان افتاده، ایتالیا 10 میلیون نسخه روزنامهش فروش میرفت، اینقدر راست روی کرد و دنبال دموکرات مسیحی گرفت و اینا، که خب دیگه همه مردم گفتن خب ما چرا بریم با حزب کمونیست، خب
این که داره بدتر از حزب دموکرات بله، مسیحیت، بالای 35% رأی داد. بالای 35% رأی داشت و بچه های درست حسابی بودن همه چی. منظورم اینه که رفرمیزم ما رو بدبخت کرده. مارکسیزم ارتودکس این بود که میگفتش که بابا جون یه چیزی هست به اسم اقتصاد و قوانین عینی تاریخ از این پرتوبله ها و ما این تماشاگر اونی، که این به نظر من خیلی ارتباط کمی داره با مارکس. مارکس تو پولمیک با هگل یا اینا سعی کرده بگه بابا عینیت هم یه اهمیتی داره، ولی اولا عینیتی که مارکس میگه معنیش این نیست که یه چیزی همونجا داره خودش برای خودش میره جلو. عینیت یعنی اون بیگانه شدن انسان از خودش و بنده مخلوق خودش شدن، خودشو نمیبینه خالق هستی. خب این بحث با اونی که مثلا کاوتسکی میگه یا لنین میگه اینا که خب اصلا شباهتی به هم دیگه نداره. ما باید انتقادمون به این باشه. و نکته دیگه که میخواستم عرض کنم اینه که به نظر من توی بحث شما انتقاد به خود سرمایه داری گم میشه. یعنی این چیزایی که میگین همه درسته، ولی اینا نهادهایی هستن که در خدمت توتالیته سرمایه داری هن. نه اینی که این نهاد مثل یه اتومبیلیه که ما رانندش عوض میکنیم. این نهاد و اون نهاد و چه میدونم دولت و حقوق و بیرون کشیدن اضافه ارزش و جریان انباشت بدوی، یعنی جدا کردن تولید کننده ها از وسایل تولید، همونجور که تو صحبتتون خیلی خوب اشاره کردین، گفتین تولید کننده های مستقیم و از وسایل تولید فقط تو دوره اولیه جدا نمیکنن. این بله این بله این چیزیه که سرمایه‌داری لازم داره هر روز بکنه. شما الان تو آمریکا هم که بیاین، همین من از سرب میام مالکیت بیرون هر روز اینو میبینم، یعنی هر روز میبینین که یارو که اونجا تو خیابون داره زندگی میکنه چادر، یه جوونیه که معلومه تا دیروز کار داشته، به یه دلیل اینو بی خانمونش کردن، حالا یه جوری یا با آتش سوزی خونه یا اینی که کارخونه یا بستن، یه راهی پیدا کردن که این به طور کامل بخوان، ببخشید کارخونه نه، دکونشو بستن، یه ذره وسایل تولید که داره ازش بگیرن که تبدیل شه به پرولتاریا و مجبور شه کار. یه نکته آخرم که میخواستم بگم، بعضی جاها این چیز، این بحثی که راجع به فروکش کردن جنبش کارگری به دلیل دیسمنتل شدن کارگرها هست، این دقیق نیست، چون که مثلا توی آمریکا همه میگن طبقه کارگر هیچ رولی نداره، ولی در 12 میلیون کارگرای اینجا پاسپورت و شناسنامه آمریکایی ندارن، ولی این نیست که کارگر نیستن. خب یارو اومده اینجا، اصلا اینجا خیلیشون دنیا اومدن، یا از آمریکای لاتین اومده، از کشورهای آفریقایی اومده، از هر جا که اومده داره کار میکنه، ولی جزء طبقه کارگر آمریکا محسوب نمیشه، در حالی که طبقه کارگر آمریکا اون خیلی هم میلیتانته. اتفاقا خیلی موارد شما هر جایی که برین که 10-12 کارگر داره، 7-8 تاش اقلا از همینا هن که یا از آمریکای لاتین اومدن، از آفریقا اومدن، از حالا تازگی ها از کشورهای عربی اومدن، و خب اینا طبقه کارگرن دیگه، مبارزاتشون مبارزات طبقه کارگر حساب میشه. حالا اگر یه قشری از طبقه کارگر شرکت نمیکنه، ولی خب اینا که هستن، 10-12 میلیون هم هستن، کم نیستن، در نتیجه باید اینا هم در نظر بگیر. اینی که به نظر من ما باید توجه بکنیم که اینی که شما میگین چپ دیگه مرده و از بین رفته و اون چیز یه چیز ورشکسته فلان اینا، اون چپ ارتودکسه که چقدر خوب شد که اینطور شد، اون چپیه که ضد چپ بود، همیشه سرمایه داری رو از تیررس خارج میکرد، یه روز میگفت مبارزه ضد امپریالیستیه نه ضد سرمایه داری، یه روز میگفت ضد انحساراته نه ضد سرمایه داری، یه روز میگفت ضد سرمایه مالیه نه ضد سرمایه داری. بالاخره ما نفهمیدیم چه موقع باید با خود سرمایه داری مبارزه کنیم، که یعنی بیرون کشیدن اضافه ارزش از کارگر و مبارزه با بیگانگی. ما با این مبارزه بکنیم هیچ وقت نمیرسیم، همیشه یه جنبه ای بود که فعلا اونو بزنی، در واقع موانع رشد سرمایه داری رو از بین ببریم. به نظر من علت شکست ما این بوده، و حالا باید برگردیم همونی که یارو میگفت، حرف خوبی میزد مارکس، به نظر من میگفت بیگانگی رو باید از بین ببریم، خرید و فروش نیروی کار رو از بین ببریم، و دی هیومنیزیشنی که سرمایه داری با خودش میاره. خیلی ممنون.
نه خیلی ممنون از لطفتون. من حالا گفتم اول کارم به هر حال من حالا شایدم عجله کردم، ولی به هر حال مثلا سر این بود که نوع برخورد شما به کوکو منو به اون اشتباه انداخت به هر حال. و خب میبینید که وقتی گرامشی این ریختی میده رو هوا دیگه حالا آدم حساس میشه به در واقع حالا حمله به فرزن فوکو. من با خیلی از بحثهای شما موافقم، بله نمیدونم در اصلا تمایز بین خود مارکس مثلا هم از انگلس هم از کل حالا سنت بولشویکی سر جای خودش، بحثهای مربوط به رفورمیزم سر جای خودش هست، همین سرمایه‌داری که گفتید بله واقعا همینجور هی از زیرش در رفتن، سرمایه مالی نم امپریالیزم بعد نمیدونم هزار و یه جور همین استعمار نم این بحث ها آمده، ولی اینا از اون ور نشان دهنده اتفاقا انعطاف و فلکسیبیلیتی و یه جور ورساتایل بودن و همین چیز خود سرمایه‌داریه که همین تو گفتم میتونه واقعا از طرف شکل اصلی بقای خودش رو با همه اینا وفق بده و در واقع اصلا یه جور حتی مبارزات ضد مثل می 68 و اینا رو تبدیل کنه به یه جور گسترش بازار و گسترش فرضاً مصرفگرایی و یه جور همین منعطف کردن روابط واقعا کالایی، همه این کارا رو میتونه بکنه و اینا اتفاقا ناشی از همین انعطاف پذیری و قدرتشه و اون انعطاف پذیری هم ناشی از اینی که همین بیرون از حالا کارخانه و بحث بهره کشی هزار و یک شکل دیگه ای از سلطه رو میتونه با خودش همراه کنه. من هی به این اشاره کردم که یه بخشی از بحث فهم ارتباط اینا با سرمایه‌داریه. خب من بحثم در واقع خب منحصر کردم برای اینکه حالا این یه بخشی از بحث، آقا بردهداری از قبل چه ارتباطی با سرمایه داری داشته در ابتدای سرمایه داری، الان چه جوری کار میکنه، بحث زنان چگونه بوده، مرد سالاری از کجا آمده، الان چگونه در خدمت سرمایه داری هم داخل یک کشور هم در سطح جهانی، تبعیض از کجا بوده، الان باز چه نقشی داره، همه اینا در واقع جزی از بحث باید باشه. و خب حالا این وسط مسلما چه میدونم فراموش نکردن ماجرای استثمار و بهره کشی جزی از قضیه هست، من اینو ندید نمیگیرم. خدمت سوال قبلی هم گفتم این خطر هست، آره که حالا آدم یه جوری گم شه توی این فضای شکلهای دیگه سلطه و غیره، ولی در این حال فکر کنم این خطریه که باید باش روبرو شد. ما ببینید مثلا حزب کمونیست ایتالیا رو گفتید، من خودم عاشق حزب کمونیست ایتالیا بودم و از اون موقع برام مسئله است مثلا چی شد تو ایتالیا، چرا یه آدمی مثل کولتی رفت مثلا سراغ یه دلغکی مثل برلوسکونی اصلا. ولی خب این هم که فکر میکنی مثلا حزب کمونیست ایتالیا چرا با 35% رأی هیچ وقت قدرت نگرفت، دقیقا باز به خاطر همین مسئله تکثر قدرت ها دولت ها جنگ سرد. حزب کمونیست ایتالیا نمیتونست مسئله ناتو رو جواب بده، نمیتونست از زیر چتر امنیتی بمب اتمی آمریکا بیاد بیرون و در عین حال هم باقی بمونه. مسئله حالا همون چیزی که آنون میزر سر رابطه امریکا و انگلیس گفتن سر ایتالیا هم صدق میکنه، یعنی مجزا از بقیه اروپا تک افتاده در فضای جنگ صدر بین روسیه و آمریکا چیکار میتونست بکنه. حالا این به این معنا نیستش که من تایید میکنم که نیامد قدرت بگیره، نه، ولی منظورم اینه که به این سادگی ها نیست. اتفاقا این که موند توی همون فضای بولشویکی و بعد اتفاقا پوست انداخت و تبدیل شد به یه
شکلی از همین سوسیال دموکراسی تحت عنوان یورو کمونیسم، بله این خوب سرنوشتش رو رقم زد به این شکل. الانم من واقعا میدونم من نه نگری هم نه تورنتی هم که بتونم حالا شرایط ایتالیا رو در اون دوره خیلی خوب مثلا بررسی کنم بگم مثلا چی کار باید میکرد، ولی اینو میدونم که یه همچین حزب قدرتمندی که همه شهرداری ها رو داشت بازم بر اساس اون سنت حالا حزبی قبلی به هیچ جا نرسید، با 35% رأی به جایی نرسید، برای همین باید یه فکرایی کرد، یعنی باید دید که به هر حال همین بحث اصلا سوسیالیسم در کشورهای پیشرفته چرا هیچ وقت رخ نده، چرا در واقع همه این شکلهای مبارزاتی که به قول شما اصلا غیر ربطی به سرمایه داری نداره اینا پیروز شدن، همش تو چین و هند و آفریقا و قاطی با همین مسائل چه میدونم ملی و ضد استعماری اونا، اتفاقا برای اینکه رشد کنن و زودتر سرمایه دارانه بشن. این خودش یه در واقع شکست یه پیشگوییه که حالا تو این باز بله مارکس اون چند پنج مرحله ای که نم روسا ساخته بودن از تاریخ را اصلا قبول نداشت، ولی در این حال به هر حال یه جاهای پای خودش هم درگیره. من کاملا خودم هم قبول میکنم که بله شاید هر حال حساب خود مارکس رو باید سوا کرد، اون بحث هم تئوری بیگانگی و الینیشن، مسئله فتیشیزم کالایی، همه اینا هست. اون خطر هم که شما گفتید که من خودم هم بحثم چه من با سرمایه داری درگیر نمیشه، اون خطر هم بله واقعا وجود داره، ولی به نظر من باز باید با این خطر روبرو شد و سعی کرد که یه جوری در عین پرداختن به اون مسائلی که به نظر من مسائل خیلی اساسی و مهمی هن و نپرداختن به اونا چپ و در واقع بیمعنا کرده، حاشیه‌ای کرده، تبدیل کرده به یه در واقع یه جاهایی تبدیل کرده به یه جوک تلخ، اینا رو باید بهش پرداخت و این خطر رو به جان خرید، ولی در این حال سعی کرد همین ربط اینا رو با سرمایه داری و مسئله چه میدونم همین به هر حال استخراج ارزش اضافی و مالکیت خصوصی و همه اینا فهمید و به هر حال هم در عمل هم در نظر یه جوری با اینا روبرو شد، با این ملغمه عجیبی که حالا میگم من مثلا به کمک کاراتانی مثلا سعی کردم بگم آقا فقط سرمایه نیست، دولت و اون ور در واقع ملت یا ایدئولوژی هم هست و معمولا هم هر کدوم از اینا که متزلزل میشن اون دوتایی دیگه دست به دست هم میدن این تزلزل رو برطرف میکنن، یه کار خیلی دشواریه، خیلی قضیه پیچیده تر از اون چیزی که احتمالا تو قرن 19 هم حتی خود مارکس تصور میکرد، ولی به هر حال دیگه حالا منم مدعی اصلا این که من همه جواب ها رو دارم نیستم، را یه ساعت پرسش هایی رو مطرح کردم که مسلما خب تا یه حدی ریلیونس دارن و به درد میخورن و حالا باقی بحث هنوز به هر حال این ماجرا هنوز باقی است. خیلی ممنون از شما. یکی دو نکته است که میخواستم راجبش صحبت کنم. بارانه عزیز، مثل این که تصمیم گرفتی که نمیشه، به نظر میادش از شما در هر صورت همچنان اگه خواستی دستتو بلند کن. ببینید اینی که چپ آینده نداره و دیگه به پایان عمرش رسیده، به نظر من ارزیابی است بر پایه ایران. من نگفتم ما پایانی نداره، نگفتم الان ایرلوانت شده. خب باز من تأکید میکنم در رابطه با ایران حرف شما درسته، در رابطه با جهان درست نیست این ارزیابی.
در رابطه با ایران عوامل بیشماری هست. تبلیغات گسترده نظام سرمایداری مشخصا از طریق تلویزیون های 24 ساعته که تبلیغ این مسئله رو کردند، خود جمهوری اسلامی که بخشی از مبلغین لیبرالیسم نئولیبرالیسم بوده در چند دهه، و سرمایداری بازار جمهوری اسلامی بخش عمده است از بازار آزاد جهانی که خانم تاچر امیدش رو داشت، خیلی جلوتره از اونچه که تاچر یا ریگان میگفتند. اینها این مسئله رو حتما زنده و عیان کردند در ایران، ولی به نظر من جهان شمول نیستیم. همه آماری که ما از ایالات متحده میخوانیم بر این مبناست که بین سن 25 تا 20 تا 42 43 نسلی در ایالات متحده خودش رو سوسیالیست میدونه در درصدی بالای 60 درصد، و یکی از مزایای این اینه که این نسل خاطره زنده ای از فاجعه اتحاد جماهیر شوروی خوشبختانه نداره. یعنی اون دیده اگه بخواید نسل قبل از اینها که سوسیالیسم رو یکی میدونستند با کمبود، بیپولی، الکلیسم، یکی درستی گفته بود مرحله بعدی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی الکلیسم، اینا رو ندارن، و خب این خیلی مثبته. در بریتانیا یکی از جریان های به اصطلاح سوسیالیست، سوشالیست اپیل اسمشه، که سال هاست، الان چند ده هست با این اسم فعالیت سیاسی میکرد، از پاییز گذشته اسم خودش رو تغییر داده به کمونیست. شما البته بگذاریم از این که حالا هست یا نیست یا خوبه یا بده، ولی شما شهری در بریتانیا نیست که برید راه برید درش، پیاده راه برید، من از آکسفورد میگم، منچستر، بسیاری از حومه های لندن، یکی از دوستان به من میگفت لیورپول، گلاسگو، ادینبرا، همین راه برید و نبینید پوسترهای این جریان رو که البته مخاطبش نسل جوانه، و شعار اصلی که روش هست اینه که Are you a communist؟ آیا شما کمونیست هستید؟ این رو نمیذاشت اگر چپ آینده ای نداشت، اگر کمونیسم به پایان عمر خودش رسیده بود. تضادهای نظام سرمایداری، بحران اقتصادی، جنگ که در حقیقت نتیجه است از نظام سرمایداری، این شرایط رو به وجود آورده. و به نظر من باید گفت که در من از بانک فرانسه میدونم، ولی فرانسه رو خیلی دنبال نمیکنم، ولی بریتانیا و ایالات متحده در مقطع بسیار حساسی قرار دادن، نارضایتی از دولت‌های موجود، نارضایتی از جنگ، نه فقط نارضایتی اقتصادی، بلکه مقصر دانستن نظام سرمایداری برای بحران محیط زیست، شرایطی به وجود آورده که نسل جوان خودش رو فاصله 100% میبینه با نظام اقتصادی موجود. یه نکته دیگه میخواستم بگم در رابطه با حزبیت. بحث شما کاملا درسته که حزبیت در اتحاد جماهیر شوروی بدتر از اون حزبیت ماویست در چین، نفرت از حزبیت رو گسترش داده. هیچ شکی روی مسئله نیست. ولی به نظر من قبل از اینکه ما بیایم بر علیه حزبیت صحبت کنیم، و این بحثی جاری و پرهیجان در چپ بریتانیا که من شب و روز باش روبرو هستم، قبل از اینکه بیایم حزبیت رو زیر سوال ببریم، مجبوریم به آلترناتیف ها در کنار حزبیت هم اشاره بکنیم. مثلا در دهه اول قرن 21 این بحث مطرح بود که سوسیال فورم ها و این تشکل های به اصطلاح موازی، دایره‌ای، نتورکی، اینها جایگزین حزبیت خواهد شد. واقعیت چی بود؟ واقعیت این نبود که ما
از دیکتاتوری فردی دور شدیم. برعکس، دیکتاتوری به اصطلاح جنبش آنارشیست برای ما دیکتاتوری غیر انتخابی آورد. حالا با همه مشکلاتی که دیکتاتوری رهبری حزبی داره، یه جوابگویی داره، یه جایی باید حداقل اگه درست کار بکنه یه جایی باید جواب بده. در فورم های اجتماعی ما همش شاهد این مسئله بودیم که عده می گفتن آخ این خیلی دموکراتیکه اینا، بعد یه دفعه می بیدی دو نفر یا سه نفر که اصلا هم انتخاب نشدن، هیچ موقع پلتفرمی مطرح نکردن غیره، تصمیم گیرنده فورم اجتماعی هستند. و شکست فورم های اجتماعی بیشتر به خاطر این نوع دیکتاتوری های فردی بود. به مکزیک اشاره کردید، این کماندر مارکوس که جان هالووی خیلی های دیگه در متنش کتاب نوشتن، درست؟ کماندر مارکوس بنا بود که ناجی باشه و غیره. خب کی ایشان را همجه نقاب میزد و معلوم نقاب میزد و بعد همه صحبت ها این بود که این حزبیت نیست، این دموکراسی از پایین، نمیدونم همه اینا بود دیگه، دموکراسی از پایین، دولت نمیخواد بشه محوری شبکه‌ای غیر کار میکنه. و خب واقعیت این بود که این هم درست نبود. من با حزبیت مسئله دارم، ولی حزبیت میتونه درست کار کنه اگر دموکراتیک باشه، اگر گرایش ها رو بپذیره، اگر از پایین شدیداً مورد حمله باشه. و بعضی از سازمان های چپ بریتانیا چه بخوان چه نخوان با چنین پدیده روبرو هستند، نه چون الزاماً مثلا آقای الکس کالینیکوس در رهبری حزب سوسیالیست ورکر با همه سوادی که داره، من جزء به اصطلاح شمشیرگیران علیه الکس کالینیکوس نیستم، چون سواد داره، میدونید یه ده رهبر داریم، رهبر حزب داریم که بی سوادن، ایشان سواد داره، اکثر مطالبی که می نویسه رو فکر میکنه و می نویسه غیره. ولی همین ایشان هر هفته با قیام از پایین روبروه، مجبور نظرش رو تغییر بده، مجبور برخورد کنه به نظرهایی که از پایین داره. من هنوز هست اصولا اسکاندال و اینا من فکر کردم دیگه نیست اصلا. نه نه ببین، اسکاندال مقطعیه و الان هستن و همچنان چه بخوایم چه نخوایم، من مخالفم باشون، جزوشونم نیستم، ولی چه بخوایم چه نخوایم، یکی از بزرگترین نیروها حداقل در سطح جوانان جنبش دانشجویی هستن، چون یه نسل جدیدی میاد که اصلا اون به اصطلاح اسکندال 10 سال پیش یادش نیست، نمیدونه چی در نتیجه. ولی ببینیم مشکلی که در نتیجه، آره من با حزبیت ایشان مخالفم، چرا که حزبیتی نیست که آزادی بده. مثلا در کنفرانسش فقط میشه راجع به مسائل عملی جزئی انتقاد کرد، نمیشه از سیاست‌های اصلی انتقاد کرد. ولی جوانانی که در این حزب هستند پذیرا نیستند این مسئله رو، درست؟ پذیرا نیستند و قیام میکنند و امیدی هست در این قیام ها. همین رو میشه راجع به دموکراتیک سوشالیست الائنس در امریکا گفت، جریانی است که خود وابسته است، همین وابستگیش به حزب دموکرات مشکلات اساسی پیش میاره، چون نمیتونه رادیکال باشه، نمیتونه کمونیست باشه غیره. ولی جریانی هست در درون ایست به اسم مارکسیست یونیتی گروپ، و این مارکسیست یونیتی گروپ هر روز که من ایمیل های اینا رو میخونم به چالش میگیره، نه فقط ساندرز رو، بلکه این به اصطلاح رهبران چپتر دموکراتیک سوشالیست الائنس رو. در نتیجه ما با نسل جوانی روبرو هستیم که شاید اعتماد به نفسش خیلی بیشتر از اون چیزی است که بهش نسل ما وقتی درون احزاب بودیم، درون جریان های سیاسی بودیم، برخورد داره میکنه. و من شاید این خوشبینی رو دارم که از اونجا که آلترناتیف ها در برابر حزبیت
موفق نبوده. اگه موفق بود من میگفتم بریم دنبال مارکوس و دموکراسیش، بریم دنبال نمونه سوسیالیست فورم ها، بریم دنبال نوعی جریان های به اصطلاح محوری دایره ای غیره. از اونجا که اینها موفق نبودند، من فکر میکنم در نهایت چاره ای نیست جز چالش گرفتن نوع حزبی که میخواد، نه رد حزبیت. نوع حزبی که باید پیش باشیم باید 100% دموکراتیک باشه، در هر ردهی، در هر بخشی، در هستش، در مرکزیتش و در ارگانهاش. حق گرایش به معنای واقعی کلمه، هر گرایشی با هر نظری باید حق حیات داشته باشه، حتی اگر زیر سوال ببره کل هویت مفهوم حزب رو، باید حق حیات داشته باشه تا مرحله‌ای که نتونه این ادامه حیات صورت بگیره و متقابل باشه این، و به زیر سوال بردن مرکزیت یا هر کسی که دموکراتیک انتخاب میشه. در یکی از جریان های انگلیس داره این بحث صورت میگیره، حالا جدا از اینکه درسته یا غلطه، ولی این بحث داره صورت میگیره که کمیته مرکزی بیش از یک سال نباید، افراد بیش از یک سال نباید عضو حزب کمیته مرکزی باشن. خب این انقلابی میکنه کمیته مرکزی رو، یعنی شما نمیتونید امثال برژنف و ماو نمیتونم جنگشی رو درش داشته باشید. و میگم باید با این نسل جوان ما کار بکنیم، یاد بگیریم و از آموزه های اونها یاد بگیریم. من به این دلیل این بحث حزبیت رو در برابر در بحث دولت مطرح میکنم که ببینید شکست دولت کار سختیه، کار آسانی نیست. شکست دولت های موجود نه فقط پیگیری میخواد، نه فقط برنامه میخواد، استمرار کار میخواد. و نگرانی من اینه که برخی از آلترناتیف هایی که در دو دهه گذشته مورد آزمایش قرار گرفته این پیگیری کافی رو نداره و این استمرار رو نداره برای اینکه دولت‌های سرمایه‌داری رو شکست بده. بفرمایید و من می‌بینم ایران. الو، نوبت شماست. من بگم؟ بله نوبت شد. بله خواهش میکنم. نه من حالا اصلا خود این واژه حزبیت یه مقدارم چون من به لحاظ واژه شاید مسئله داره، ولی من اصلا نقدم حالا یه بخشایشم به حزب بود اصلا به معنی ندیده گرفتن مسئله ساماندهی و سازماندهی اصلا نیست. خیلی مسئله مهمیه، حتی مسئله ایه که میتونه هم نقطه شروع خیلی از بحث‌های هم فلسفی و نظری ناوم از دل همین بحث سازماندهی میاد. حالا چون هم به ویژه توی روایت لوکاچ ازش، و خب من که توی این اصلا حتی گفتم شاید الان یه فرمایی مثل ارتش اصلا لازم باشه، یه شکلهایی از سازماندهی نم چریکی. حالا چه میدونم مثلا بحثایی که همین آندریاس مام مطرح میکنه سر هم how to blow up oil لوله نفت رو چگونه چه هم منفجر کنیم، با اینا من در واقع همراه هم. و از اون طرف هم بله اصلا فکر نمی کنم به راحتی بشه مثلا قضیه حزب و حتی انتخابات و مجلس رو کنار گذاشت. من مثلا با اینکه اصلا یک ازدارم شما الان اطلاع و آگاهی نسبت به بعد مثلا حزب کارگر و انتخابات پیش رو تو انگلیس و اینا ندارم، ولی همین فکر نمی کنم شاید مثلا همین اومدن بیرون رفتن توی
همین شکلهای آنارشیستی مثلا تنها جواب باشه و تردیدی ندارم که این همین شکلهای مختلفی از سازماندهی هست و شاید حتی به لحاظ تاکتیکی اگر چون که نظر فرصت طلبانه به نظر برسه به نظر من باید منعطف بود و یه جورایی مثلا چون مثلا سر انتخابات هم از یه برای داخلش بود از یه برای هم نبود مثلا همین جریان که شما میگید Are you a communist مثلا و حالا سر اینم باز میگم خیلی من آگاه به وضعیت مثلا انگلستان یا آمریکا نیستم ولی از اون بارم فکر میکنم خب اگه در واقع حالا تصویری که شما ارائه میکنید درست بشه خب یا باید بتونن مثلا تو همین سال روبرو یا مثلا بازی انتخابات به یه شکلی به هم زده بشه حالا یه خیلی تصور عجیب و غریبیه که همین یه جور واقعا یه جنبش اجتماعی انقلابی گسترده اصلا این سیستم مسخره مثلا دو حزبی آمریکا رو اصلا زیر سوال ببره یا اگر مثلا اون نیست به یه شکلایی خود مثلا همین انتخابات مثلا مال انگلستان یه چیزی بیاد که این هم حزب کارگری رو که الان دیگه شده عین حزب محافظه کار مثلا کنار بزنه یادم همین تاچر وقتی ازش میپرسیدن بزرگترین دستاورد زندگی چیه میگفت نیو لیبر یعنی دقیقا اینکه حزب کارگر رو شبیه خودمون کردیم و ادغامش کردیم این حالا اینکه آیا رخ میده این حالا تو همین انتخابات روبرو خودش یه نمیدونم میشه گفت ابزار سنجش یا نمونه خوبیه برای اینکه ببینیم حالا تا چقدر تصویری که شما ارائه میکنید من امیدوارم واقعا جمع خیلی به هر حال همون دموکراسی اصطلاح لیبرال نصف نیمه اونجا باز خیلی ارجح با این وضعی که ما اینجا داریم و بنابراین بعد نسلهای جدیدش میتونن در واقع همه حامل مثلا یه تجربه و یک حرکت رادیکال خیلی اساسی تری باشن حتی از اون چیزی که فرضاً ما تو زن زندگی آزادی و نسل جوانان خودمون امیدوارم واقعا این تصویر درست باشه و اینجور بشه به هر حال شکلی نیستش که حرفای من از دل بالاخره یه وضعیت خاص میاد هر کسی مثلا هر کسی که دیدگاه داره یه گاه هم داره اصلا نمیشه بدون گاه یه جایی و یه زمانی اصلا دیدی داشت هر کسی از یه جایی نگاه میکنه و اون مسلما تاثیر میذاره رو افقش روی چیزی که میبینه و بیتردید وضعیت ایران هم روی بحثای من روی اصلا تحول فکریم و همه حرفا کاملا تحصیل گذاره و اگه نبود اصلا عجیب و رو همین حسابم هم خب تا اونجا که به جمع وضع غرب و اینا مربوط میشه من واقعا فکر کنم شما و دوستانی که حالا اینجا هستن خب خیلی صاحب نظرترید اطلاعات و تماس و مثلا تجربه اون ور رو دارید و از این نظر امیدوارم که واقعا حرفتون درست در بیاد و اینکه فکر میکنم بله این جریان جدید حتما به تجارب جدیدی در سازماندهی احتیاج داره و اینم به معنی همین کنار گذاشتن مثلا حزب اصلا نیست و مسلما باید مثلا یه جورایی واقعا نکات مثبت حتی هم تجربه بولشویکی رو هم سعی کنیم مثلا بهش بپردازیم و حفظش بکنیم ولی این واقعا دیگه حالا بیشتر بحث دوستانیه که توی فضایی هن که اصلا میشه سازماندهی کرد و به هر حال
بین نسل ها میشه یه گفتگویی برقرار کرد و میشه یه برای سنت نظری رو ادامه داد، چیزایی که اینجا واقعا روز به روز دهه به دهه مشکلتر شده و بیشتر و بیشتر آنچه که مونده واقعا حالا افرادن به اضافه حالا محفل های خیلی کوچکی. ولی به هر حال امیدوارم، یعنی بحث رو کاملا قبول دارم که ماجرای حزب اصلا تموم شده نیست و سازماندهی هم یه پرسش خیلی اساسیه که به هر حال باید بهش پرداخت. خیلی ممنون از لطفتون. من میدونم که ساعت الان خیلی دیره برای شما، با این همه ایرج عزیز شما دست بلند کردی، این آخرین سوال ما خواهد بود، با اجازه این آخری رو هم اجازه بده. من متوجهم که واقعا ساعت بفرمایی رجع عزیز، ویدیو تو میتونی باز کنی ببندی هر جور خواستی. صدا میاد؟ صدا هست، بفرمایی. آره. من عذرخواهی میکنم، خیلی سریع بگم، من میخواستم یه الو صدا قطع و وصل میشه، نمیدونم مشکل آره چیه. یه لحظه آره یه دقیقه ادامه صدا میاد؟ الان صدا هست، بفرم. آره، منظور دوستان از مارکسیسم ارتودکس چیه؟ آیا مثلا مشکلشون با استالینیسم یا با مارکسیسم؟ مسئله دیگه این که آیا مارکسیسم یه نظریه است، یه تئوریه یا یه دکترینه؟ دکترین این بند خدا اومدن نگاه کردن جامعه بشری رو، یه چند تا زبان یاد گرفتن این ور اون ور و یه نظریه ای دادن و میگن که پیشبینیشون اینه که جامعه بشری مجبور به سوی یه سوسیالیسم یا کمونیسم پیش بره. بنابراین ما میبینیم که روی یه سری مفاهیم ابتدایی ما خیلی مشکل داریم و خود مارکس میگه من مارکسیست نیستم. این یعنی که ایشون یه انسانی بوده یا نابغه ای بوده، حالا یا قول معروف مثل ابوعلی سینای ما، یه چیزی زحمتی کشیده، 64 سالگی هم در اثر خستگی مفرط فوت کرد و نتونست یه سری چیزها رو دیولپ بکنه، از قبیل فرض بفرمایید دیالکتیک که خود تمام کاپیتال با روش دیالکتیکی کار شده روش. و تعریف دیالکتیک چیه؟ تعریف دیالکتیک ساده ترین تعریفش علم یا دانش ارتباط پدیده هاست. پس ما بنابراین با یه سری چیزای ابتدایی مشکل داریم بین رفقایی که میان. به همین راه شما اگر نتونین یک پدیده ای رو از زوایای مختلف بررسی بکنین دیدگاهتون ناقص میشه. هرچه بیشتر بتونین یه فنومنی اقتصاد، اجتماع، سوسیال، هرچی از جوانب مختلف از پنجرهای متفاوت نگاه کنین، شناخت شما نسبت به اون پدیده بیشتر میشه، بهتر میشه. چیز مسئله دیگری هم که میخواستم عرض کنم اینه که من خودم توی کارگاهی تو کرج، جاده کرج کار میکردم، اتوماتیزم و اینا دستگاه اتوماتیک درست میکردم. اومدم اینجا در خارج و بالاخره با اختلاف عقایدی که داشتیم با آقایون در ایران، دو سه سالم اینجا پیگیری کردم، یه چیزایی یاد گرفتم. ببینید الان مشکلی که ما داریم مسئله بحران مازاد تولیده. با توجه به پیشرفت اتوماتیزاسیون، روباتیک، انقلاب نانوتکنولوژی و در حال حاضر الان صحبت از فیزیک کوانتوم، کامپیوترهای کوانتومی پیش میاد که سرعت تحلیلشون وحشتناکه، جامعه بشری یا اون صحبتی که رفیق تو را مطرح میکردن، میگفتن که خود سرمایه داری
از فرماسیون بعد خودش استفاده میکنه. در صورت اینم کاملا درسته و یه دیده و اینکه جامعه سرمایه‌داری یا جامعه اقتصاد کنونی جلوش نمیشه گرفت، داره پیش میره، میاد و از تمام به اصطلاح توان خودش استفاده میکنه و شما ما نمیتونیم جلوش بگیریم. همینطوری که مثلا فرض کنید که تلفن همراه یه چیزی بوده در کارهای ارتشی استفاده میشه، دستگاه جی پی اس که شما ما الان استفاده میکنیم برای تو رانندگی خودم، اینا همه چیزایی بوده که خیلی به اصطلاح تو ارتش و تو نویگاسیون استفاده میشده. بنابراین ولی به خاطر اینکه از توش پول در میاد اینا میان استفاده میکنن و این موزل خیلی بزرگیه. و مشکل اصلی پس چیه؟ اینه که انسان کنونی، بشر کنونی با 4 ساعت، کمتر از 4 ساعت کار در روز میتونه هوایج خودشو برطرف کنه، ولی سیستم مسلط بر اقتصاد جهانی و سرمایه‌داری و امپریالیسم برای هرچی باعث میشه که یعنی مالکیت و خصوصی بر ابزار تولید مانع به صراح این فرایند میشه که انسان‌ها بتونن از این نعمت پیشرفت تکنولوژی در جهت خوشبختی خودشون استفاده کنن. یعنی یه کارگری بیاد 4 ساعت، 3 ساعت و نیم، 3 ساعت، 4 ساعت کار کنه، بعد بره استخر، بره با زن بچهش، بره مطالعه کنه، بره تفریح کنه، به قول فرانسوی ها میگن روتان دو پرس، بره اصلا استراحت کنه. و این موزل ماست. یه چیز دیگه هم خواستم عرض کنم، مارکسیسم اکادمیک به نظر من یک سیستمیه که این غده شده، یعنی آبندی شده تو سیستم سرمایه داری و اینها نقششون بیشتر، برای من حد اطلاع خودم اینکه مارکسیسم اکادمیک بیشتر آبندی و غده شده تو سیستم ما چیز سرمایه‌داری جهانی مثل سیستم مدیا، و اینها کارشون تولید ایدئولوژیه و ما با مطالعه اینها نه تنها سردرگم میشیم بلکه به جایی نمیرسیم. توجه فرمودین؟ میخوام یه گریز کوچولو بزنم، یه دقیقه دیگه هم صحبت میکنم تموم میکنم. برگردم به همون مسئله استالینیسم. ای کاش بولشویک ها در انقلاب اکتبر شکست بخوردن، برای اینکه استالینیسم اومد و تئوری رو داغون کرد. همه میدونن که مسئله موزل کمونیسم جهانی در حال حاضر تعریف این شکست اکتبره، که چرا شکست اکتبر شد؟ برای اینکه توی شما یک کشور ارباب رعیتی داری، میخواد نمیتونی بری تو سوسیالیسم. اینا منتظر بودن انقلاب آلمان پیروز بشه و بتونه به اینا از نظر صنعتی به اصطلاح چیز کنه. سوسیالیسم تقسیم فقر نیست، تقسیم ثروته، و اون ثروت هم با اتوماتیزاسیون، با صنایع سنگین، با ماشین‌آلات صنعتی که به اصطلاح صنعتی کردن کشاورزی به وجود بیاد، نه اینکه تقسیم فقر. بنابراین اینا انقلاب اکتبر شکست خورد. اینا در همون مرحله انقلاب بورژوا دموکراتیک موندن، ولی پرچم داست چکش و قرمز و فنان هم برقرار بود، مثل یک رستورانی که صاحبش تغییر میکنه، به قول معروف خوب خیتیقش تغییر میکنه ولی همون تابلو رو داره، رستوران فلان، رستوران بهمان. یه چیز مطلب آخرم اصخایی میکنم، جسته گریخته دارم صحبت میکنم، مسئله سنترالیزم دموکراتیک و سنترالیزم ارگانیکه که این رو ما باید روش دقت کنیم. اون چیزی که به صلاح مطلبی که رفیق میزر فرمودن، در رفقایی که در انگلیس یا جوانایی که دارن چیز بکنن، در این رابطه خیلی به نظر من مثبته. یعنی سنترالیزم دموکراتیک خودش یک ابزار بورژواییه، ولی به عنوان برای ما میتونیم از استفاده بکنیم، ولی اساس کارمون باید روی مسئله سنترالیزم ارگانیک باشه و به صورت ردبندی نکنیم مثل ارتش، مثل سیستم استالینیسم که طرف به صورت
سمپات، بعد هوادار، بعد نمیدونم پیش عضو، هوادار ببخشید هوادار تشکیلاتی، بعد میشه پیش عضو، بعد میشه عضو، بعد نمیدونم میشه پیش کادر کار، مجموعه که بعد میشه کادر نمیدونم فلان، بعد میره تو کمیته فلان مرکزی. توجه، این یه سیستم کاملا استالینیستیه. یعنی یه کارگر، ما اگه بخوایم سیستم سانترالیزم ارگانیک داشته باشیم، یه کارگر پیشرو از توی کارخونه میتونه بیاد دخالت کنه در کار حزب، و اصلا خود حزب یعنی طبقات کارگر پیشرو، و اگر نباشه اینطور چیز نمیشه، کار دوباره مشکل پیدا میکنه و به شکست میانجامه. همین چیزایی که به نظر من رسید خواستم عرض کنم. مسئله دکترین هم که عرض کردم، مارکسیسم که یک دکترینه، یه چیز جهان شموله، یه چیز جهان شموله. اگر نه نظر، این نظریه اگر به اصطلاح به انجام نرسه، یعنی این یک تئوری مذهبیه، یک نظریه مذهبیه که امید رفیقمون عرض فرمودن. ببخشید خیلی طولانی شد. خیلی ممنون. قبل از این که من از شما بخوام هم صحبت آخرتون رو انجام بدید و هم اگر هر نکته کم هست پاسخ به این مطالب، یه نکته آخری من فقط در رابطه با به اصطلاح مارکسیست دانشگاهی بگم. ببینید، مثل مارکسیست حزبی، مثل مارکسیزم در سطح جهان، نمیشه اینجور کلی گفت، نمیشه گفت که همه مارکسیست های دانشگاهی خدمتگزار نظام سرمایه‌اند. این روزگار مارکسیست بودن، ایرج عزیز، در دانشگاه های بریتانیا، امریکا کار ساده ای نیست. کسایی که میرن پی اینی که چنین راهی را انتخاب میکنند، قبول میکنند که باید حقوق کمتر بگیرند، پیشرفت به اصطلاح رشته ای نکنند، پیشرفت شب و روز مورد حمله رئیس دانشکدهشون باشن. به این سادگی نیست که هر کی توی دانشگاه ها داره کار مارکسیستی میکنه الزامن بر نظام سرمایه در چارچوب نظام سرمایه‌داریه. هستن کسانی که این کار رو کردن، ولی اگر نگاه بکنید نظرهاشون روی هم نظرهای راستیه. من خواهش میکنم از شما در احترام به ده ها صد ها کسانی که شدیداً تحت فشارن، مخصوصا الان که مسئله جنگ فلسطین اونها رو تحت فشارهای بی سابقه قرار داده، اینجور کلی نگید که هر کسی که در دانشگاه داره کار مارکسیستی میکنه تو اروپا یا ایالات متحده یا بریتانیا یا هر جای دیگه ای داره نظام سرمایداری رو تقویت میکنه. من خوشبختانه در دانشکده های علوم اجتماعی نیستم، ولی میدونم که کسانی که تو این دانشگاه هستن شدیداً تحت فشار هستند، در دوره‌ای که در ایالات متحده داره با دوره مکارتیسم مقایسه میشه، در بریتانیایی که نقد اسرائیل برابر شده با دفاع از هولوکاست و صهیونیسم و یهودی ستیزی و ده ها مورد دیگه. با پوزش، بفرما مرادم. خواهش میکنم. حالا نه، منم باید بگم، من که اصلا در واقع عنوان یه اوتودایدک اصلا دانشگاه هم نرفتم، یه لیسانس هم نگرفتم، هیچ وقتم در عمرم اصلا درس تو دانشگاه ندادم، بنابراین اصلا بیشترین فاصله را از آکادمی دارم. برای نکات دیگه ای هم فرمودن، خب بعضیش خوب بود، نقد انقلاب اکتبر و اینا، به هر حال من فکر کنم دیالکتیک، ولی خب یه چیزی فراتر از این بحث عقل سلیم که به همه چیز باید از چند جهت نگاه کرد و مثلا دیگه فکر کنم در واقع
چیز خیلی پیچیده ای نیست. ولی به هر حال ممنون از شما، ممنون. حالا من واقعا مایل بودم سر همین بحث چه من ماجرای گروه های جوان رادیکالی که گفتید، مثلا درون خود حزب کارگر، نه اون گروه مومنتوم بود یادم میاد اگه اشتباه نکنم، واقعا یه مقداری اطلاعات بیشتر میگرفتم خوشحال میشدم. ولی به هر حال خیلی ممنون از همه دوستان. الانم بله واقعا دیر وقت شد و دیگه امیدوارم که برای تا حدی این بحث به درد خورده باشه و حالا اگر واقعا امکان ادامهش هم باشه، هم بوش که گفتم شاید حالا بعدا یه مقداری به صورت همین اتفاقا آکادمیکتر از طریق همین کتابی که ترجمه هم کردیم، من و دوستم سال نجفی، کتاب اول همین هوموساکر آگامبن، از طریق بحث آگامبن شاید بشه یه مقداری یا فراتر از این دعواهای سیاسی و عقل سلیمی در واقع حالا یه بحث جدیتری به دنبال کرد. برای خیلی ممنون، متشکر از همه دوستان. خیلی ممنون از شما، قربان. بحث بسیار خوبی بود و ما حتما بله. امیدواریم این بحث ادامه پیدا بکنه. یکی از کسانی که ما برای بهار دعوت کردیم این گروه جوانان مارکسیست یونیتی گروپ هم که ایالات متحده هستند و نعم. اتفاقا از امضا کنندگان، خیلی هاشون تبلیغ کردند و از امضا کنندگان بیانیه اول همین صدای Voice of Iranian Revolution هستند و خیلی کار کردن راجع به این. حتما امیدواریم، شما رو هم دعوت میکنیم که اینها رو ببینید و بشنوید. خیلی خوشحال ممنون میشم. و امیدوارم حتما شما در جلسه های بعدی ما هم مهمان باشید. این بحث حتما همونطور که گفتید ادامه داره، بحث حتما. ادامه داری. خیلی ممنون از قربان شما. همه دوستانی که شب سوال شما کردن. خوش. خیلی ممنون، قربان شما، خدا. خداحافظ.